حالا تمان نماسای شبنم سایه در ایران تاپی سودا ستا هونگا دی اندونیشی هری اینی سایا ماو بلیارا تنتانگ افاکا پرمخوان دی اندونیشی آمان اتاو تیدان بردا سارکان پنکالامان نیاتا سایا. خب من امروز تصمیم گرفتم راجع به یه موضوع خیلی مهم که ممکنه برای هر خانومی که میخواد مثلا به یک کشوری سفر کنه و یا برای زندگی اون کشور رو انتخاب کنه سوال پیش میاد که اون کشور آیا لحاظ امنیت برای اون خانوم مناسبه یا نه. و من تصمیم گرفتم امروز بعد از اینکه یک سال تو این کشور زیبای اندونزی زندگی کردم بهتون بگم که آیا کشور زیبای اندونزی برای یک خانوم که حالا سفر میخواد بیاد یا میخواد بیاد اینجا زندگی بکنه سیف هست یا نه. و اینایی که میخوام بهتون بگم طبق تجربیات یک ساله خودمه و قطعا هیچ اغراقی توش نیست و من به خاطر اینکه اینجا شغلم هم طوریه که بیشتر باید به جاهای مختلف برم و تنهایی مثلا برم ویدیو بگیرم و ممکنه حالا چه صبح باشه چه ظهر چه شب چه هر ساعتی از شبانه روز این شغل منه و به جاهای مختلف توی یک سال رفتم تصمیم گرفتم که این تجربه جالب رو با شما به اشتراک بذارم. خب من اولین باری که تصمیم گرفتیم که به کشور زیبای اندونزی مهاجرت کنیم من خیلی کنجکاو بودم که آیا کشور اندونزی مثلا برای من کشور امنی هست یا نه. چون من تصمیم داشتم که وقتی اومدم توی این کشور زیبا فعالیت بکنم و خب لزوما نمیتونستم که همه جا با همسرم برم و دوست داشتم که خب تجربه این که تنهایی به جاهای مختلف میرم و بتونم خودم از پس کارام بر بیام و استرس و نگرانی رو نداشته باشم که حالا چند لحاظ جانی چند لحاظ مالی خطری منو تهدید میکنه. من زمانی که وارد فرودگاه کشور اندونزی شدم خب متقابلا یه حس خیلی واقعی و غیر قابل انکاره که نمیشه بگی که وقتی خب یه خارجی رو مثلا میبینن خب براشون یه مقدار عجیبه. یعنی خب چون مثلا لحاظ چهره متفاوتی قطعا نگاه میکنن اما این نگاه مردم به اون صورت نبود که مثلا منو اذیت بکنه، بیشتر به این منظور بود که خب مثلا متفاوتیم و بیشتر با لبخند و یه حس خیلی خوب این نگاهشون همراه بود و همین باعث شد که من یه احساس امنیت بکنم همون لحظه بعد بود. و بعد از اینکه خب اومدم توی این کشور ساکن شدم و شروع کردم به اینکه خب برم جاهای مختلف، اولش خب نمیدونستم مثلا الان میخوام پیاده برم یا مثلا خودم تنهایی برم بیرون چجوریه، آیا مثلا یه موقع مثلا اگه تنهایی برم باید حتما پوشش خیلی خاصی داشته باشم، نکنه که مثلا مزاحمم بشن یا مثلا برام خطری باشه. و شروع کردم به اینکه برم با مردم ارتباط بگیرم. وقتی رفتم بیرون و دیدم که چقدر مردم با مهربونی چقدر با روی خوش ساده سعی میکنن که با من ارتباط بگیرن، چقدر براشون جالبه و چقدر استقبال کردن از اینکه من اومدم به این کشور بیزینس خودم رو راه اندازی کردم یا همینجا زندگی میکنم و از اینکه این کشور رو انتخاب کردم خیلی هم خوشحال بودم و بهم گفتن که تو قطعاً توی این کشور موفق میشی. یعنی اون برخورد مهربونشون، احترام و ارزشی که به من قائل شدن باعث شد که من خیلی علاقه من بشم به اینکه توی این کشور بمونم و هی باعث شد که بتونم اول مثلا یه مسیرهای کوتاهی رو تنهایی میرفتم بعد تصمیم گرفتم که مسیرهای یه مقدار مثلا دورتر رو برم. بعد اینجا خب یه برنامه های هست به نام گرف که شما با گرف خیلی امنه، میتونی خیلی جاهای مختلف رو بری و خیلی هم سیفه و برای اینکه مثلا تو بخوای هر جا حتی جزیره های اطراف رو میتونی شما تو با ماشین با گرف به جاهای مختلف بری و خیالت راحت باشه از اینکه در امنیت کامل هست. خب من تصمیم گرفتم که برم به لوکیشن های مختلف. بعد اینجا چون که خیلی شلوغه ازدحام جمعیت هم به شدت زیاده، یعنی وقتی تو یه هایی میری احساس میکنی که او چقدر شلوغه و
خیلی باید مواظب باشم. حالا من نمیگم احتیاط نباید آدم بکنه، ولی اینکه خب من توی یک سال به هیچ عنوان اتفاقی از لحاظ جانی و مالی یا مزاحمتی نداشتم. نگاه کردن حالا بعد ممکنه بعضی نگاه هم یه مقدار مثلا خاص بوده، اما اینکه بخواد نگاه بد کنن نیست. و یا اصلا اینکه با اینکه کشور مسلمانی پوشش مثلا هر شخصی اصلا اینجوری نیستش که نگاه خیلی بدی بهش بشه. البته خب من همیشه یه پوشش رو انتخاب کردم که خیلی هم باز نباشه، با جامعه تقریبا هماهنگ باشه، اما اینجوری هم نبوده که مثلا یه لباس خاصی بپوشم و نگاه های خیلی بدی به من بشه. نگاه شده اما نگاهی که آزاردهنده باشه و اینکه من احساس بدی به هم دست بده، احساس خطر بکنم، خب نبوده. یه تجربه خیلی جالبم این که من هر لوکیشنی میرفتم برای ضبط ویدیو، مردم میمدن سمتم و به هم گفتن که خب اهل کجایی و کلی از آن تعریف میکردن و کلی با هم ارتباط میگرفتن و حتی به هم میگفتن که با من چی کار بکنم، کجاها برم، چه بلاگایی بگیرم، حتی به هم ایده هم میدادن و به هم گفتن که امیدواریم که توی این کشور همیشه شاد باشی، سالم باشی، حالت خوب باشه و احساس کنی که توی خونه خودت هستی. همین مهربونی مردم این کشور به من احساس امنیت فوق‌العاده زیادی داد، یعنی باعث شد که من خیلی ریلکس‌تر و آروم‌تر به لوکیشن‌های مختلف برم و اون استرس ترسی که داشتم بریزه و احساس امنیت خیلی خوب کنم. مثلا منطقه‌های مختلف مثل کرمان و سنایان و سمت تمرین و سمت اسشبده، جاهایی که من رفتم واقعا پر از کافه و رستوران و مرکز خریده و انقدر امنیت بالاست، همه جا دوربین داره و واقعا سیفه برای خانم که مثلا خاطر اونجا تفریح کنه، گردش کنه، کار انجام بده. خیلی لوکیشن های سیفیه و من تا حالا هیچ موقع برای مشکلی تا الان پیش نیومد. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که خود شما تو مکانهای مذهبی، جاهایی که باید مثلا پوشش خاص داشته باشی، طبیعیه که خودت باید اینو رعایت بکنی. مثلا اگه با یه پوشش خیلی نامناسب وارد این لوکیشن ها بشی، خب ممکنه که یه نگاه بدی بکنن یا مثلا ناراحت بشن چون احترام نمیذاری مثلا به عقایدشون. اما اینکه شما خودت وقتی وارد این کشور میشی میفهمی که باید چجوری رفتار کنی، باید کجاها چی بپوشی، چیکار بکنی، یعنی یه چیزیه که خودت باید بدونی. در غیر صورت هم برای مشکلی پیش نمیاد اگه واقعا یه سری لوکیشن ها بتونی رعایت بکنی و واقعا اونجوری که مثلا مناسب اون لوکیشن لباس بپوشی. و به نظر من که آزادی خیلی زیاده و واقعا اونجوری اصلا نیست که اصلا احساس اینو داشته باشی که معذب باشی، با اینکه خیلی ها مسلمونن و پوششه مثلا واقعا خیلی پوشششون، یعنی واقعا پوششه، باز هم اصلا نگاه بدی به تو نمی کنن اگه پوششت مثلا باز هم باشه یا مثلا مدل خاصی هم لباس پوشیده باشی. و تا جایی که من دیدم فقط مهربونی و احترام از این مردم دیدم، اصلا تا حالا نشده که مثلا یه برخورد مثلا بد ببینم یا مثلا یه مزاحمتی، یه اذیتی یا مثلا یه نگاه خیلی بدی مثلا ببینم که اوه این چیه مثلا پوشیدی. واقعا همچین چیزی نبوده و من واقعا توی این کشور توی این یک سال احساس امنیت میکنم. یه نکته خیلی جالبم این که حالا من بیشتر جاها رو به خاطر که مثلا نمیشناسم سعی میکنم با گرب برم. واقعا این گرب ها همشون تا الان خوب بودن، حتی کسایی بودن که برای که مثلا میتونستن که من این کشور رو مثلا نمیشناسم اومدن مثلا منو به اون مقصد رسوندن و ساعت ها بدون هیچ چشم داشتی منتظر من موندن تا من کارم تموم بشه و دوباره منو مثلا به خونه برگردونن. و چقدر تو مسیر مثلا منو راهنمایی کردن و چقدر به من گفتن که چیکار بکنم و چقدر انرژی های خوب به من دادن. واقعا جا داره که همینجا از این ازشون تشکر بکنم، چون واقعا این احساس امنیت رو به من دادن تو این کشور و باعث شدن که من بتونم خیلی آزاد و رها بدون استرس به کارم ادامه بدم و هر روز سعی کنم که پیشرفت بکنم. واقعا هر چی که بگم از خوبی این مردم، از اون حس خوبی که بهت میدن کم گفتم. یعنی من همیشه فکر میکردم الان من بیام به کشور دیگه مردمش مثلا خیلی خشک و سردن و اصلا ارتباط نمیشه باشون گرفت و اینا، ولی
الان دارم میبینم که اگه من واقعا زبونشون رو یاد بگیرم خیلی خیلی هم به خودم کمک کردم، همین خیلی ارتباطای خوبی میتونم با این مردم برقرار کنم، چون فوق العاده مردم خوبی هست و میتونم کلی حس خوب ازشون بگیرم. البته نمیگم و خیلی هاشون انگلیسی متوجه میشن، اما خب یادگیری زبون اندونزیایی به نظر من توی این کشور واجبه، مخصوصا برای منی که یه یوتیوبر هستم. بعد خیلی جالب این که حتی مثلا لوکیشن های مختلف میرم، مثلا میخوام بلاگ بگیرم و اینا باشون صحبت میکنم، خیلی با استقبال میام میگن که خب بیا کمکت کنی، مثلا حالا چه برای که مثلا من میخوام ویدیو استایل بگیرم، چه مثلا هر بلاگی که میخوام بگیرم، یعنی طوری استقبال میکنن، طوری منو کمک میکنن که من اصلا همینجوری میمونم، میگم اگه میشه که اینقدر این مردم باهات احساس صمیمیت کنن، همین باعث میشه که من واقعا احساس آرامش بکنم و به جرئت میتونم بگم که کشور اندونزی کشور امنیه برای خانوم ها و همیشه سعی کردن که با خارجی ها خوب برخورد بکنن. یعنی من حتی زمانی که از در خونه میام بیرون داخل لابی میشم، داخل محوطه میشم، میخوام باشگاه برم، هر جا که میخوام برم انقدر مردم با احترام برخورد میکنن، انقدر با روی خوش، یعنی همیشه این لبخنده لبای اینا هست، همیشه روی خوش بهمون نشون دادن و من باعث شده که همیشه احساس بکنم که واقعا توی کشور خودم هستم و اصلا احساس نمی کنم که من توی غربتم و به نظر من این یه پایان خیلی مثبته. من کشوریه که توش با آرامش زندگی میکنی، وقتی میبینی من خیلی دیدم و خیلی دیدم که کشوره مثل آمریکا، اروپا به این کشور مهاجرت کردم و پیش خودم بودم که چرا، و الان متوجه میشم که چرا از تمام کشورها توی کشور زیبای اندونزی زندگی میکنن. علتشو الان فهمیدم، به خاطر آرامشی که داره، به خاطر مردم خوبی که داره، به خاطر امنیت بالایی که داره، به خاطر کیفیت زندگی بالایی که توی این کشور هست مهاجرت کردن به این کشور. و صرفا از هم مسئله اقتصادی نیست، خیلی ها کشور اندونزی رو به خاطر این چیزایی که گفتم انتخاب کردن و من وقتی که با خارج صحبت میکنم اینو این رضایت رو واقعا از صحبت‌های اونا هم متوجه میشم که اونا هم خیلی راضین از این که توی این کشور زیبا زندگی میکنن. خب نظر من اینه که کشور اندونزی برای زندگی و سفر برای خانم‌ها خیلی سیفه و پیشنهادم اینه که به پایتخت این کشور جاکارتا، جزیره بالی و یوگیارتا حتما سفر بکنید، چون خیلی امنن، خیلی جاهای زیبایی هستن، کلا تمام جزایر اندونزی رو به نظر من ببینید و لذت ببرید از اینکه به این کشور میاید، حالا چه برای زندگی چه برای سفر. بعد برای اینکه مثلا رفت آمد کنید، حالا اگه خودتون نمیخواید مثلا با ماشین خودتون جایی برید، پیشنهاد من اینه که از گرف استفاده کنید، چون خیلی سیفه، هم گرف موتوری هم گرف با ماشین مثلا این بر اون بر میرید، خیلی سیفه، خیلی آدمای درست و مناسبی توش هستش که مثلا شما رو مقصدتون برسونه و خیلی هم کمکتون میکنن، مخصوصا اگه بدونن که شما خارجی هستی و اطلاعاتی نداری، تا جایی که بتونن بهتون کمک میکنن. و یه نکته دیگه این که سعی کنید که تو مکانهای مذهبی شما و معبدات، مساجد، جاهایی که میرید پوششتون رو رعایت بکنید، چون این احترام به عقایدمون مردم حساب میشه و باعث میشه که مردم هم نسبت به شما احساس خوبی داشته باشن و بفهمن که شما به عقایدشون احترام میذارید. شما با رعایت کردن همین نکته ها و اینکه خب بالاخره تو جاهای شروع باید مراقب وسایل خودتون باشید دیگه، ولی خب من به شخصه تجربه تا حالا بعدی از این که مثلا برم جایی خدای نکرده اتفاقی برای مثلا پول و چیزایی که دارم بیفته یا برای خودم بیفته، خدا رو شکر نداشتم. ولی حالا خودتون ایشالا میایین از نزدیک تجربه میکنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو برام حتما توی کامنت ها بنویسید، و یا اگه خودتون به کشور اندونزی سفر کردید و یا اینجا تجربه ای داشتید با منم به اشتراک بذارید و توی کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم که بدونم نظرات شما رو و اینکه مرسی که همیشه حمایتم کردید و همینجا حتی از کسانی که منو سابسکرایب کردن تا الان خیلی خیلی ممنونم. واقعا تو تک تک کامنت ها مهربونی و احترام موج میزنه، یعنی
همش میای منو تشویق میکنی به یادگیری زبان، به رفتن به جاهای مختلف کشور زیبای اندونزی و انقدر به من انرژی خوب میدی که من اصلا همش دوست دارم که فعالیت میکنم و همش براتون بلاگای خوشگل بسازم و دوست دارم که زبان رو سریع یاد بگیرم تا بتونم بیشتر با شما در ارتباط باشم و ارتباط خیلی صمیمی‌تر و بهتری رو باهاتون برقرار کنم. مرسی از انرژی های خوبتون، مرسی از حسای خوبی که بهم میدی و اینکه ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید، لایک کنید ویدیوها رو، نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از این ولاگ هم حسابی خوشتون اومده باشه. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.